سلام و درود خدمت تمامی شما خوبان و عزیزان بیننده تلویزیون راه فردا و علاقمندان برنامه راه درمان. تشکر از اینکه با تمامی برنامه های رادیو و تلویزیون راه فردا هستین. امیدوار هستیم که جور و صحتمند و سرحال باشین و روزهای ماه مبارک رمضان را انشاءالله به خوبی و خوشی سپری بکنین و ما را همچنان از دعای خیرتان در ایام این ماه مبارک فراموش نکنین. خواستیم که در این برنامه راه درمان هم بپردازیم به یکی از موضوعات مهمی که هم ارتباط داره به روزهای ماه مبارک رمضان و هم یک موضوع مهم و کاربردی است که شاید اکثریت با مشکلات بوی بد جوف دهن مواجه شده باشند و علتهایش را پیدا نکرده باشند یا هم راههای پیشگیری و راههای تداویش را ندانند که چی هست. و ما خواستیم که امروز این موضوع مسئله را مورد بحث قرار بدیم با دکتر صاحب شاولی ابراهیمی، ماستر طب و استاد دانشگاه. دکتر صاحب درود خدمت شما و طاعات عباداتتون قبول باشه. بسیار زیاد خوش اومدید. تشکر آقای حسینی، ما هم به نام سلام و احترامات امیدوار هستیم که دوستای ما یک روزه خوبی را انشاءالله گرفته باشن و در یک ماه مبارک رمضان وقت خوب را سپری کنن. انشاءالله سلامت باشین. تشکر. از عزیزان شنونده و بیننده، شما اگر سوالاتی دارین پیرامون این موضوع، اگر در ماه مبارک رمضان دچار بوی بد دهان میشین یا در سایر ایام میشین، خود شما، خانواده یا دوستا، هر کسی که هستن، اگر نمیدارین میشه که شما هم تماس داشته باشین و سوالات مخصوصتون را داشته باشین از دکتر صاحب، که دکتر صاحب در طور لایف مستقیم در این برنامه راه درمان با سوالات شما پاسخ بده. شماره تماسگیری برنامه 020-250-34-44. دکتر صاحب، موضوعی که انتخاب کردیم جلوگیری از بوی بد دهان در ماه مبارک رمضان هست. در نخست اگر بگویم که علت و عوامل بوی بد دهان چیست؟ بسیار خوب آقای حسینی، در نخست خو هالیتوزیس یا بوی بد جوف دهان براستی هم که در دیگه ماها هم زیاد می باشه، لیکن در ماه مبارک رمضان از این که اکثرا یک علت عمدهش امو زیرستیمیا یا خشکی دهن است که خشکی دهن باعث به وجود آمدن هالیتوزیس یا بوی بد جوف دهان میشه. از این که خداوند متعال در ماه مبارک رمضان بوی دهن روزدار را به مانند مشک انبر خوش داره، لیکن اینجا یک موضوع بسیار مهم وجود داره. عوامل زیادی وجود داره که باعث به وجود آمدن بوی بد جوف دهن میشه، به مانند تانسیلیت یا التهاب لوزه ها یا گلون دردی، همچنان سینوزیت یا التهاب سینوز ها، برونشیت، همچنان تانسیلیت یا اچ پایلوری یا قرحات معده، یا البته که استوماتایتیس، التهابات یا زخم هایی که در جوف دهن وجود داره باعث هالیتوزیس شده میتونه باعث بوی بد جوف دهن میشه. لیکن شما ببینین، شنیده باشین از علما که بوی دهن روزدار به مانند بوی مشک و انبر برای خداوند متعال است، لیکن اینجا یک فرق وجود داره. خداوند هیچ وقت بوی بد دهن و دندان، که البته دندان های البته کریوزی یا حفره ها یا کویته هایی که در دندان وجود داره که در اونجا مواد غذایی، میکروب ها و انتانات تجمع میکنه، یا کلکولس و منگ دندان یا ناپاکی دندان یا پوش های فرسوده دندان یا زخم هایی که در جوف دهن وجود داره که باعث بدبویی شده، تعفن میشه، باعث تعفن، موجودیت انتانات، این بوی بد جوف دهن را خداوند خوش نداره. بویی که یک تعداد علما میگه بویی که از معده میبراید، او بوی درست است، لیکن بوی اچ پایلوری یا بوی قرحات معده، زخم های معده هم نیست. شما ببینین در ماه مبارک رمضان، زمانی که انسان گرسنه میشه، با فاقگی مواجه میشه، در نخست اونم مقداری از کربوهیدرات یا قند خون که از به مصرف میرسه، قند خون ختم میشه. در او صورت در فاقگی ماه مبارک رمضان یا روزای رمضان یا روزه یا فاقگی، در این صورت بدن شروع میکنه به استقلاب رساندن و یا هم ذخایر شحمی یا نمو چربوهای بدن را میسوزانه، به سوخت و ساز، به مصرف رساندن امی خود لیپید یا چربی بدن شروع میکنه که در نتیجه از اونجا ماده به نام کیتون آزاد میشه یا تولید میشه در بدن، که امو بوی که از کیتون به وجود میاد، یک بوی بده است، یک بوی کیتون وجود داره که از معده به دهن، از دهن روزدار البته که خارج میشه. اینمی بوی را خداوند متعال در ماه مبارک رمضان خوش داره، به مانند بوی مشک و زعفران گفته، یعنی بوی را، یعنی شخصی که روزدار است
باید مریض نباشه، التهابات جوف دهن و معده و میری خود را تداوی کرده باشه و روزه درست گرفته باشه، بویی که از سوخت و ساز مواد شحمی در بدن ایجاد میشه یا به وجود میاد، یعنی کیتون تولید میشه، در اون صورت اون بوی برای خداوند مورد پسند است. علت ها عوامل زیاد وجود داره، پس امیدوار هستیم مثل که دین مقدس اسلام الطهور شطری لیمان برای ما شما توصیه میکنه که باید نظافت مراعات شوه. پس بوی بعد جوف دهن از عوامل زیادی با وجود میاد که انشالله در جریان برنامه سرش بحث میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب. دکتر صاحب، بعد جمله خیلی آشکی از این هستند که تکلیف میده دارن، با مشکلات میده یا سیستم گوارشی مبتلا هستن و از این لحاظ بوی بعد دهان پیشان ایجاد شده. حالا چگونه اینا بدانن که بوی بعد دهان ناشی از مشکلات میده است؟ بسیار خوب، شما ببینین که یک کسی که الیکوباکتر پایلوری یا چپایلوری داره، یا قرحات و زخمهای میده داره، سوزش میده داره، بدهضمی داره، یا استفراغات و اصالات داره، نان را یا غذا را درست هضم و جذب کرده نمیتونه، در او صورت دائم این شخص باید به مراکز صحی مراجعه کنه، بدانه که من به تکلیف معده گرفتار هستم یا قرحات معدوی داره. در قسمت وسطی تحتانی صدر یا سینه انسان ها، اینجا معده موقعیت داره که دوستای ما اگر درد قفسی سینه و یا هم درد قسمت پشت شانه یا استخوان اسکاپولا پیدا میکنه، سوزش دل که میگن هرت برن، یا البته همی سوزش معده یا درد معده برشان پیدا میشه، در اون صورت اگر یک دفعه با مراکز صحی برن معاینات اچ پایلوری یا الیکوباکتر پایلوری که در استول اگزم و بلد اگزم انجام میشه، اگر این انجام بدن بسیار خوب میشه. لکن دیگه عوامل هم وجود داره که باعث زخم معده، سوزش معده، درد معده و زخم ها یا البته تکالیف معدوی سیستم هضمی شده میتونه. یا یک تعداد دوستای ما شما ببینن که غذاهای بسیار در روزه در ماه مبارک رمضان غذاهای بسیار حجیم و ثقیل را صرف میکنن و غذاهای سرخ کرده و بریانی نوشابه های گازدار را صرف میکنن، که در اون صورت مثال قهوه، کولا، کافین، نوشابه های گازدار و کسایی که مثال با دخانیات، با سیگار، با سیگرت و نسوار و قیلون و قیلون و چلم و اینی وسایل دیگری، البته با یک تعداد مواد مخدر البته اعتیاد دارن و یا هم معتاد هستن یا استفاده میکنن، در اون صورت HCL معده زیاد تنبیه میشه و هورمون های گسترین و پیپسین زیاد تنبیه میشه، که در اون صورت یک سوزش، یک درد، یک ناراحتی را در معده وجود میاره. پس دوستای ما بدانن که تکالیف معده دارن و در صورتی که تکالیف معده وجود داشته باشد، یعنی اچ پایلوری داشته باشه شخص یا قرحات معدوی داشته باشه، در اون صورت بوی بد جوف دهن یا هلیتوزیس پیدا میکنه. شما ببینین آقای حسینی 95% عوامل هلیتوزیس یا بوی بد جوف دهن از جوف خود جوف دهن است، یعنی از دندان ها، بیره ها یا قره ها یا خود امی جوف دهن یا زبان انسان ها به وجود میاد و متابقی 5% عواملش عوامل سیستمیک گفته، به مانند تکالیف یا زخم های معده و گرده، جگر یا شش ها، یا تانسیلیت یا التهابات تانسول ها، همچنان سینوزیت زیاد رول داره که باعث به وجود آمدن بوی بد جوف دهن میشه. و در ماه مبارک رمضان شما میفهمین که یک تعداد دوستای ما ازی که از 14 الی 16 ساعت ما شما فاقه میباشیم یا به گرسنگی مواجه میشیم، در اون صورت خشکی دهن پیدا میشه. در خشکی دهن یک تعداد دوستا شما دیده باشین که شبانه دهنشان باز میمونه، یعنی از طریق دهن تنفس میکنه. زمانی که از طریق دهن تنفس میکنه، جوف دهن یا غشای مخاطی جوف دهن یا خود دهنشان خشک میشه. یکی از علل عمده بوی بد جوف دهن خشکی دهن است. پس امیدوار هستیم که دوستای ما از آب فریمان که 7 الی 8 گلاس یا 7 8 لیوان آب است که 3 4 لیتر آب میشه روزانه بدن ما شما به او ضرورت داره، اگر انسان ها استفاده میکنن، انشالله با خشکی دهن مواجه نمیشه و با بوی بد جوف دهن مواجه نمیشن. راستی هم که در ماه مبارک رمضان بوی بد جوف دهن افزایش پیدا میکنه یا ازدیاد مییابد، که یک پرابلم بسیار عام و مهم است که 30% از نفوس تمام جهان البته با این مشکل مواجه میشه که بوی بد جوف دهن پیدا میکنن. دقیقاً، بله، تشکر. دکتر صاحب، اختصاصی اگر روی خود ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم که چرا بعضی از افراد تنها در ماه مبارک رمضان اینا دچار بوی بد دهن میشن؟ بسیار خوب، گفتیم که در ماه مبارک رمضان از این که فاقگی زیاد میشه و یک تعداد دوستای ما و شما دیده باشین که باید در نخست در روز افطاری باید که خرما و مثال یا آب صاف
و یا هم جوسی از میوه استفاده کنن، مایات و کربوهیدرات که عاجل به بدنش انرژی بده و بعد از نماز بخونم و دیگه غذاهای خود را صرف کنن. لیکن اینجا یک فرقی وجود داره آقای حسینی، که من مثال یک طفل کوچک یا یک نوجوان یا شخصی که سالم است یا خانم هایی که پرگننت یا حامل هستند، آنها با مواد شحمی، کربوهیدراتی و پروتئینی و همچنان با ویتامین ها زیاد ضرورت دارند. آنها میتونن غذا را زیادتر بگیرن، از انواع مختلف خوراک های استفاده کنند. لیکن کسانی که سنشان بالا است، از 40 به بالا، 50 به بالا و کسانی که اوبیس هستند، آنها مساعد به دیابت یا شکر تایپ 2 میشن، همچنان به دردهای مفاصل مبتلا میشن. و اشخاصی که سنشان بالاست و یک تعداد دوستای ما اکثرا بدبختانه که در ماه مبارک رمضان شما دیده باشین که بولانی و پکوره و غذاهای سرخ کرده و بریانی و نوشابه های گازدار، همچنان کولا و کافین و نمیفهم غذاهای بسیار تند و ترش و تیز و دیار استفاده میکنن زیاد. زمانی که آنها را استفاده میکنن، از یک طرف HCL تیزابیت میده بالا میره، از دیگه طرف تکالیف میده پیدا میشه، بر شخص بر فردا تشنگی به وجود میه، همچنان سردردی یا هدک پیدا میشه و هایپرتنشن یا هایپرتنشن فشار بلند و پایین خون پرش پیدا میشه. در اون صورت شخص زیاد گنگس، کسل و بیحال میباشه. پس امیدوار هستیم که دوستای ما عزیزی که در ماه مبارک رمضان، اگر شخص مثال با فقدان مایات مواجه شد یا سردرد شد یا هم هضمیتش خراب شد، در اون صورت واضح است که معافیتش پایین میه، انتانات مداخله میکنه و یک تعداد باکتری هایی که در جوف دهن وجود داره در اون صورت زیاد رشد میکنن و غذاهایی که در جوف دهنش باقی میمونه باعث به وجود آمدن اسید یا تیزابیت میشه که در اونجا باکتری همراهش یک جای میشه و تخمر در دندان ها یا جوف دهن به وجود میاد که باعث هلیتوزیس یا بوی بد جوف دهن میشه. پس در ماه مبارک رمضان بوی بد جوف دهن اکثر میتونیم که ما شما با شستن دهن و دندان ها، همچنان با سپورت و اکسرسایز، گرفتن غذاهای مقوی مقوی به مانند کربوهیدراتی و پروتئینی که غذاهایی است که مثال ما شما زیاد سوپ، شوربا، مثال آب، چای هم خوب است، از بدبوی جوف دهن جلوگیری میکنه. چای سیاه و سبز باعث پاک ساختن امی اسپیس یا انتردنتر سپیس یا مسافه بین الدندانی میشه، یا غذاها را البته که از جوف دهن خارج میسازه و از بوی بد جوف دهن جلوگیری میکنه. و دوستای ما که مثال سیب استفاده میکنن، شما علتش در ماه مبارک رمضان گفتین، در رمضان نمیست که یک دوستای ما حتی با سحری نمیخیزن. حتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف خونده فرمود که دوستای ما اگر با سحری میخیزن، حتی باید حداقل یک گلاس آب استفاده کنن. باز هم خوب است یک بار در سحری خیستن زیاد ثواب داره و مفید است به بدن و به صحت انسان. و انشالله به فردا شخص کسل و بیحال نمی باشه، گرسنه و تشنه هم نمی باشه و از بوی بد جوف دهنش انشالله جلوگیری میشه. پس امیدوار هستیم که دوستای ما این نکات انشالله در نظر بگیرن. من بسیار خوب. دکتر صاحب، آیا جرم دندان ها میتونه باعث بوی بد دهن شه؟ چرا نه؟ ما گفتیم که 95% علل و عامله که سبب بوی بد دهن میشه در روزه، عللش البته در خود دندان ها و در خود بیره یا در جوف دهن وجود داره. دوستای ما که جرم دندان یا کلکولاس یا منگ دندان در دندان هایشان به وجود میاد، شما ببینید در روز در ماینه خانه مریضی آمد که میگن من سپورت ماین هستم، جوان هستم، از فاکتورهایی که باعث بد بوی جوف دهنش میشه او را برش گفتم، میگم من مثال تکلیف معده ندارم، تکلیف گرده ندارم، گلون صحتمند هستم، نظافتم زیاد مراد میکنه، غذای خوب میخورم، سپورت من، بازم دهنم بوی میده. زمانی که معاینه شد دیدیم که در دندانهایشان یک کویته وجود داره، یک سوراخ وجود داره، دندانش کریوسی شده که در اونجا غذا، زمانی که غذا میخوره مواد غذایی در اونجا تجمع میکنه، در داخل دهنش میره که بالاخره او خوب با شستن و با برس کردن و کریم دهن و با مسواک پاک نمیشه. اونموج باکتریایی که وجود داره باعث تخمر مواد غذایی با وجود آمدن هلیتوزیس بوی بد جوف دهن میشه. و دوستای ما که اکثرا دندانهای خود را شستشوی درست نمیکنن، شستشو نمیکنن، زمانی که غذا میخورن یک پلاگ، یک بمانند پوست سیر یا پوست پیاز، یک پلاگ، یک غشاگه که بسیار نازک شحمی در روی دندان بیره با وجود میاد که بچشم دیده نمیشه، اول سفید میباشه، باز یک روز دو روز دیگه که تیر میشه به شکل زرد تبدیل میشه و بالاخره در چند روزی بعدی مواد غذایی بالای نمی پلاگ همراه انتانات، منرال ها و باکتری هایی که وجود داره ترسب میکنه و آستاس تا اینجا یک کلکولاس یا منگ تشکیل میشه. که منگ دوستای ما متوجه باشن که منگ عادی نیست،
این من داخل خود من موجودات میکروبی یا باکتریایی وجود داره که باعث تخریب خود انامل یا مینای دندان و خود بیره یا جنجیوا میشه که هم بیره را از بین میبره، التهابی میسازه و تکمش میتا پایین میسازه، لیز میشه البته تخریب میشه و همچنان دندان ها تخریب میشه. و در موضوع بسیار مهمده و مهمی است که بوی بد جوف دهن یا حلیتوز است از اثر موجودیت منگ ها یا کلکولاس دهن 100% به وجود میاد. پس امیدوار هستیم که دوستای ما در این جمع التهور و شطر و لیمان امون نظافت جوف دهن یا پاکی و صفایی جوف دهن خود را کاملا مراعات کنند. حتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان در احادیث شریف با کثرت می فرمایه و البته که اصحابش روایت می کنند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با ده ها مرتبه با صد ها مرتبه با کثرت گفته که مسواک گرفته در روزهای روزه دهن خود را پاک می کرد. یعنی مسواک زدن، برس کردن در ماه مبارک رمضان یک طریقه سنت است و خوب است و یک دوستای ما اصلا دندانای خود را شستشو نمی کنه، میگه بعد روزی ما ضرر می رسانه. در حالی که جمهور علمای دین با این معتقد هستند که باید دندانها در روزه در ماه مبارک رمضان از اینکه جوف دهن هم خشک میشه و هم مواد غذایی در وجود تجمع میکنه باید که بار بار شسته شوه. برس زدن، کریم و ماوتواش که زیاد غلیظ نباشه، اگر زیاد غلیظ باشه یک تعداد علما میگه استفاده شوه، لیکن به خاطر اینکه احتیاط در نظر گرفته شوه که از گلو پایین نره کدام خطرش و روزه را البته کدام مشکل به روزه ایجاد نکنه، در اون صورت گفته که باید از نوشابه ها، از کریم های دندانی که دارای ماده های البته بسیار غلیظ هستند یا ماوتواش ها یا دانشویه هایی که مواد غلیظه داره از استفاده نشه با احتیاط. دیگه ماوتواش هایی که مثال غلیظ نیست به مانند آب است از استفاده میتونن بکنن و برس و کریم و مسواک راحت میتونن در روز روزه هم استفاده کنن. البته این نظر علمای دین است و در پهلوی از دوستای ما میتونن که زمانی که روزه افطار شد در ختم روزه افطاری دندان های خود را با برس کریم پاک بشویند و قبل از اینکه اذان بده در سحری هم دندان های خود را بعد از غذا پاک بشویند، ان شاء الله با بوی بد جوف دهن مبتلا نمیشه. تشکر، زنده باشین. در اخیر دکتر صاحب خیلی کوتاه روی راه های پیشگیری هم صحبت داشته باشین. بسیار خوب، گفتیم که در ماه مبارک رمضان دوستای ما اگر مثال پیاز و سیر استفاده نکنن خوب است و گفتن که گندنه و حتی دوغ هم باعث بوی بد جوف دهن میشه و در پالی از میتونن شده که از سیب، از نعنا، از لیمو، از آب مالته و یا جوس نوشابه های یا نوشابه های طبیعی یا جوس های میوه های تازه استفاده کنن مفید واقع میشه. همچنان دوستای ما امیدوار هستیم که اگر دندانایشان پوش ناقص داره، دندانایشان تخریب شده رو تداوی کنن و دهن خود را شستشو کنن و ساجق بجوند باعث تنبیه غدوات لعابیه میشه و دهن هر قدر که دهن تر باشه، مرطوب باشه و خشک نباشه انشالله بوی بد پیدا نمیکنه و امراض سیستمی که اگر داشته باشه رو تداوی کنن. خود در مجموع ترکاری باب، سبزیجات یا یک تعداد لبنیات و یک تعداد نباتاتی که باعث از بین رفتن بوی بد جوف دهن میشه به مانند نعنا، لیمو، مالته و دیگر میوه‌جات و سبزیجات بسیار مفید واقع میشه، دوستای ما از او استفاده کنند و روزی خود را هم با غذاهایی که دارای کربوهیدرات، مواد قندی و البته که مایعات با مانند سوپ و شوروا و جوس میوه هم در روزه افطاری و هم در سحری استفاده کنند، انشالله هم بوی بد جوف دهن پیدا نمیکنند و هم انشالله راحت میباشند. و یک موضوع دیگه بسیار مهم که دوستای ما به خاطر این میگم من با فردا گرسنه و تشنه نشم، او قدر غذا نخورن که گرسنه و تشنه نشن، باید که ما شما گرسنگی و تشنگی را کمی بفهمیم و تحمل کنیم که ثواب از او بیشتر است. نه دقیقاً. تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. تشکر خانم. بله، همچنان تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده و بیننده که تا آخرین دقایق برنامه راه درمان با ما همراه بودین. وقت و لحظات براتون خوش، دعاهات عبادتون قبول باشه ان شاء الله. تا درود دیگر، بدرود.